و چشمانت نمی آید که اهل این زمین باشی، و چشمانت نمی آید که اهل این زمین باشی. گمانم شهروند آسمان چندمین باشی. برایت فرش های پیش پا افتاده ناچیزند، تو با این منزلت باید که سجاده نشین باشی. تو و شب تا سحر گریه، تو و شب تا سحر سجده، بنا شد آنچنان باشی، بنا شد این چنین باشی. خدا میخواست تا دین را به دستان تو بسپارد، خدا میخواست تا دین را به دستان تو بسپارد، به بیماری دچارت کرد تا فردای دین باشی. به لطف آن همه داغی که در کرب و بلا دیدی، تمام عمر باید چشم تر بر آستین باشی. برای من نخی از سجادت کافی است، برای من نخی از رشته سجادت کافی است. سر نخ دستم افتاده که تو حبل المتین باشی. تو و عشق تو و پیشانی ساییده از سجده، فقط شایستت این است زین العابدین باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شعری را که به شما تقدیم کردم بینندگان ارجمند در مورد حضرت سجاد علیه السلام بود. حضرت علی ابن الحسین، سومین امام و وارث حضرت ابا عبدالله الحسین پس از فاجعه هولناک عاشورا، بنایمان بر این بوده کلن در طول این مدت که شعرها را هدفمند و گزینشی انتخاب بکنیم برای ادای دین به ساحت مقدس شهدای کربلا و یاران ابا عبدالله الحسین، که هر کدام به گونه ای در حماسه بزرگ و بی‌نظیر عاشورا نقش داشتند. در روزهای پایانی برنامه زخم عتیق هستیم و فردا آخرین برنامه ما خواهد بود که به شما تقدیم میشه. در این 12-13 روز از آغاز محرم تا کنون از محضر کارشناسان ارجمند برنامه خیلی بهره بردیم. مباحث معرفتی گران سنگ و عمیقی مطرح شد و روشنگری و تبیین ابعاد گوناگون فاجعه عاشورا و حماسه عاشورا از زبان کارشناسان متخصص و متعهد کشور عزیز ما فرصت مغتنمی بود برای این که ما با عاشورا و عاشوراییان از منظرگاه معرفت شناختی آشنایی پیدا بکنیم. خیلی علاقمند هستیم که پس از عاشورا هم در طول سال توفیق تهیه و تولید یک برنامه معرفتی داشته باشیم و از این جهت دینمان را نسبت به نسل جوان جویای معرفت کشور و عزیزمان و همه شما بینندگان ارجمند ادا بکنیم. امروز در مورد نتایج نهضت عاشورا بحث میکنیم و همچنان کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالله حسینی هستند که خدمت ایشان هم سلام و عرض ادب دارم. من هم خدمت شما جناب آقای موسوی و بینندگان عزیز و عموم پشت صحنه سلام و درود تقدیم میکنم.
قربان شما سپاسگزار هستیم آجا. مطمئنا هر قیامی که صورت میگیره از طرف هر کسی مبتنی بر اهدافی است که از مجرای قیامی که صورت میگیره اون اهداف دنبال میشه. در این میان انقلاب عاشورا یا قیام حسینی به دلیل اینکه در رأسش یک امام معصوم قرار داره مطمئنا باید هدفمندتر از همه قیام‌های دیگر در سراسر تاریخ و عالم باشه. اما پرسشی که مطرح میشه این است که اهداف امام حسین علیه السلام از قیامی که انجام دادن چی بود؟ ایشان دنبال گر و در پی چه اهدافی بودند و قیام عاشورا چقدر تانست حضرت سید الشهدا را به اهداف مورد نظرش برسانه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام مجدد، من مثل روزهای گذشته میخوام یک توضیح مختصری درباره مفاهیم مطرح در این بحث ارائه کنم، چون این مفاهیم که روشن باشه بحث رو در یک مسیر منطقی آدم میتونه پیش ببره. درست است. ببینید جناب آقای موسوی، من اینطوری میگم که هر انسان عاقل و خردمندی هر کاری که انجام میده، نه تنها در قیام، درست، هر کاری که انجام میده این در واقع هدفمند، نه تنها هدفمند، سه مرحله رو طی میکنه. اول مرحله انگیزه است، بعد مرحله هدف گذاریه، بعد مرحله نتیجه است. درست. حالا انگیزه چیه، هدف چیه، نتیجه چیه؟ میخوام اینو توضیح بدیم. بله. انگیزه اون چیزیه که در درون انسان شکل میگیره، نیت، فارسی بگیم نیت، قصد، اراده. نیت و قصد و اراده. بله. حالا با این مقدار تفاوت های انگیزه یا نیت اون چیزیه که در درون آدم شکل میگیره، امر قبلیه، امر قبلی به اصطلاح فلسفی علت غاییه، علت غایی از اول تصور میشه. خب بعد از انگیزه هدفه. هدف چیه؟ هدف یک امر ذهنیه که به انسان برای تحقق اون انگیزه ایر هدف چیکار میکنن؟ ایجاد میکنن. یعنی هدف بعد از انگیزه است. برای تحقق یک انگیزه هدف چیکار میشن؟ ایجاد میشن. هدف میتونه مقدماتی باشه، میانی باشه یا نهایی باشه. یعنی شما برای این که انگیزه ایتان را عملیاتی بکنید، احسن، هدف تعیین می‌کنید. هدف تعیین می‌کنید. این هدف میتونه هدف استراتژیک باشه، برام نهایی، میتونه هدف کوتاه مدت باشه، کوتاه مدت چی باشه، میان مدت باشه، میتونه هدف چی کوتاه مدت باشه. هدف کوتاه مدت تاکتیکی و هدف میان مدت، اما هدف بلند مدت چی استراتژیکی باشه. اون هدف نهایی در واقع همون انگیزه است. برای تحقق اون چند انگیزه است. مثلا فرض کنید شما یک کسی میخواد مثلا جامعهش رو اصلاح کنه، اون هدف نهایی چیه؟ اصلاح جامعه است. یا میخواد جامعه رو از فقر نجات بدن، هدف نهایی چیه؟ فقر زدایی است. خب این انگیزه است. ببینید این یک انسان خردمند میگه خب جامعه من فقیره، مردم من فقیره، من میخوام فقر رو چیکار کنم، از بین ببرم. یا میخوام جامعه فرض کنیم که دچار تشتت فکری یا دچار تضاد فکری یا قومی یا هر طور است، میخوام این جامعه رو چیکار کنم، از این حالت رها کنم، جامعه فرض کنیم که سالمی ایجاد کنم. این انگیزه است و هدف نهایی. برای رسیدن به این هدف، به این فرض کن که هدف نهایی یا انگیزه درونی، میاد اهداف تعیین میکنه، اهداف مقدماتی، اهداف میانی و چی هدفشی نهایی. آره. خب این در هر کاری، یعنی هر کاری کوچیکیش، مثلا یک کسی که میره تحصیل میکنه، یک کسی که میره تجارت میکنه، یک کسی که ازدواج میکنه،
یک کسی که فعالیت اجتماعی میکنه، فعالیت سیاسی میکنه، فعالیت اقتصادی میکنه، در همه فعالیت های ارادی و اختیاری این انسان این مراحل چیست؟ هست، این انگیزه هست، اهداف هدف گذاری هست با اون مراحلش، و بعد نتیجه چیه؟ نتیجه امر بیرونیه، در اختیار انسان نیست، نتیجه اونی که محقق میشه. ممکنه همین انگیزه باشه، ممکنه اصلا چیزی غیر از این باشه. خب پس انگیزه شد یک امر درونی، آره. هدف یک امر فکری، امر فکری و ذهنی، آره. اما نتیجه او چیزی است که در عالم واقع محقق میشه. محقق میشه. ممکنه همون هدف باشه، ممکنه بخش از هدف باشه، ممکنه اصلا چیزی غیر از اون باشه. بله. چیزی چه؟ غیر از اون. غیر از اون. درست. بنابراین ما یک انگیزه داریم، یک هدف داریم، یک نتیجه داریم. معمولا این رو الان در علم مدیریت این مباحث رو مطرح میکنه. مثلا اصلا علم مدیریت تو همینه، بیشتر تو هدف گذاریه، بیشتر تو چیه؟ هدف گذاری، که آدم چیکار کنه هدف گذاری درست انجام بده تا نتیجه چیان مطلوب بگیره، دوچار نتیجه نامطلوب شد نشه. خب بنابراین ما یکی انگیزه داریم، یکی هدف داریم، یکی نتیجه داریم. چرا این حرف گفتم؟ به خاطر این گفتم که درباره امام حسین علیه السلام مباحثی که در مبلغین، نویسندگان، محققین، پژوهشگران گفتن، بین این امور چی کردن؟ خلط کردن، اینا رو با هم قاطی کردن، تفکیک نکردن بین انگیزه و هدف و چی؟ نتیجه. نتیجه، آره. در حالی که باید اینا رو کاملا چیکار کنیم؟ تفکیک کنیم. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که خب امام حسین چی انگیزه و اهدافی داشت و نتایجش تا چه مقدار با اون انگیزه و اهدافش تطابق داشت. این بحث دومه. خب این بحث دومه. بحث سوم اینه که حالا آیا امام حسین واقعا در حرکتش موفق بود یا ناموفق بود؟ یعنی نتیجهش همون هدف رو محقق، اما محقق کرد یا محقق شد؟ نکرد. این مسئله سوم. خب ما مفهوم شناسی رو توضیح دادیم، انگیزه و اهداف و نتیجه رو، اما در باره این که امام حسین چه انگیزه ای داشت و چه اهدافی داشت، چه انگیزه ای داشت، اینجا یک مقدار مباحث زیادی وجود داره، خیلی پیچیده است در باره انگیزه امام. بعضیا نگاه اونایی که مخالف امام بودن مثل بنی امیه و بعضی کسایی که مثل بنی امیه فکر میکنن، اینا خیال میکنه که امام انگیزش قدرت طلبی بود، دنبال قدرت بود، هدف گذاریش هم اشتباه بود، مثل ابن خلدون فکر میکنن و عاشورا هم در حد یک جنگ قدرت تحلیل میتن. الان ابن خلدون تا محترمانه تر، کسانی دیگه مثل ابن عربی اینطور میگه امام حسین ابن علی دنبال قدرت بود و خوب چه فکرم نکرده بود، اشتباه هم کرد و نتیجه مطلوب به دست نبود، بلکه نتیجه زیانبار به دست آورد. این انگیزه رو خوب قدرت طلبی معرفی میکنه، در هدف گذاری امام رو دوچار اشتباه میدونن، وقت نتیجه هم چیه؟ طبیعی است. نتیجه هم چیه؟ خیلی نتیجه مطلوب نبود، نامطلوب. بله. بعضی اینطوری میگن. بعضی ها معتقدن که نه، اصلا امام حسین انگیزه سیاسی نداشت، اصلا دنبال حکومت نبود. دنبال حکومت نبود، دنبال این چیزا نبود، دنبال شهادت بود. دنبال چی بود؟ شهادت. شهادت بود و همینطور احیای شهادت طلبی. نه اینا نمیگن، عجب، فقط شهادت. فقط شهادت. فقط خودش می‌خواست. اصلا دنبال فعالیت اجتماعی نبود، فعالیت سیاسی نبود، دنبال شهادت بود. حالا بعضی‌ها که خیلی در واقع خیلی از مرحله پرده میگه اصلا امام دنبال شفاعت بود، می‌خواست شهادت پیدا کنه که شفاعت مثل تقریبا شبیه مسیح. امام اصلا شهید شد برای که شفیع شود، شفیع گناهکاران شود. خب از نظر اینا امام به هدفش رسید، کاملا به هدفش رسید. انگیزه شهادت بود، به شهادت رسید. انگیزه هدف بالاترش مقام شفاعت بود، به اونم رسید. پس کاملا چه شد دیگه؟
امام یک نتیجهشان یک حرکت موفق بود. اینطور افراد در بین شیعه هم زیاده، در بین اهل سنت هم زیاده. بعضی ها میگه نه اصلا انگیزه امام وصلی به خدا، مثلا مولوی اینطور میگه، مولوی برخی از عرفا اینطور میگه، میگه که امام دنبال رسیدن به خدا بود، به خدا رسید وصل شد. این دیگه جای گریه نداره، باید چیکار کنیم؟ جشن بگیریم، جشن بگیریم، شادی کنیم، شادی کنیم. بله. این پس امام نه تنها حرکت شکست نخورده، بلکه حرکت پیروزم بودم. حرکت پیروز. برخی ها مثل دکتر شریعتی و بسیاری در بین اهل سنت سیاست سیاسیون نیم قرن پیش تقریبا 70 سال جریان اصلاح طلب، اصلاح، بله، تجددگراها، انقلابی ها، هم بین شیعه هم بین خیلی زیاده این طیف، اینا مگه امام اصلا دنبال گرفتن حکومت نبود، دنبال بیداری امت بود. انگیزش این بود که امت غافل را چیکار کنن؟ بیدار بسازن، بیدار کنن، بیدار کنن. و برای این کار درست هم هدف گذاری کرده بود، یعنی طوری هدف گذاری کرده بود که بیشترین تأثیر رو در جامعه چیل داشته باشه، با اهل ایال حرکت کرد تا این مورد خودش کشته بشه، اهل ایالش اسیر بشه، تا عمق فاجعه برای چی؟ برای جامعه چیل شده؟ تکان بخوره و بیدار شد، روشن شده و جامعه چیل بیدار شد. در نتیجه شهادت امام حسین یک حرکت کاملا پیروز بود، انگیزه درست، هدف گذاری هم درست، نتیجه هم درست، سیاسی محض، بیداری صورت گرفت، جامعه بیدار شد، هدف هم کاملا محقق، نتیجه هم چیه؟ کاملا محقق. اینا ایرم دیدگاه اینطوریه. خب دیدگاه دیگه اینه که نه، امام دنبال حکومت بود، از باب امر به معروف و نهی چیه؟ از منکر، دنبال اصلاح جامعه بود، میخواست امت را اصلاح کنه، خواست جامعه را چیکار کنن؟ اصلاح کنن. جامعه در چهار انحراف شده بود، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی. امام به عنوان وارث میراث جدش وظیفه داشت که این انحراف را چیکار کنن؟ جلوش بگیرن، اصلاح کنن. بس نیتش نیت کاملا چی بود؟ اخلاقی و شرعی بود. هدف گذاریش هم هدف درستی بود، هدف در مسیر اخلاقی و شرعی بود. اول مردم بیدار کرد، بعد مردم همراه کرد، حرکت کرد. بله، در مسیر راه، در این مسیر موفق نشد، موفق چه؟ نشد. این موفق نشدن نتیجه کارش خودش نبود، نتیجه کوتاهی امت و جنایت دولت حکومت یزید. عجب. آره. بنابراین امام انگیزش کاملا اخلاقی و شرعی بود، هدفش هم کاملا درست بود، ولی در نتیجه اون نتیجه مطلوب رو به دست نیاورد و نتیجه ای که حاصل شد از قیام، آره، هیچ ربطی به هدف گذاری و انگیزه امام نداره، نداره، علت بیرونی داشته. حسن حسن، یعنی قیام شکست خورد، شکست خورد. در این حال نتایج مطلوبی داشت، نتایج غیر مطلوب هم داشت، نتایج مطلوب هم چه داشت. از نظر هدف اصلی که اصلاح امت بود، نتیجه نامطلوب بود، یعنی نتیجه محقق نشد، ولی در این حال نتایج مطلوبی هم چه داشت، مطلوبی هم چه داشت. پس بنابراین عرایزمون جمع کنم، نتایج مطلوب میشه، میشه بفهم خیلی کوتاه دیگه، چون دیگه نوبت ان شاء الله دور سوال بعد در بحث بعدی مطرح میکنم. نتیجه حرفایم در میخوام نتیجه گیری کنیم که ما یکی انگیزه داریم، یکی هدف گذاری داریم، یکی نتیجه داریم در رفتار همه انسان ها. درست. این هست. در مورد حرکت امام حسین علیه السلام هم این مطلب است، انگیزه، هدف و چی؟ نتیجه. منطقه اختلاف در هر سه، اختلاف بسیار شدید، یعنی بسیار در اینجا اختلاف شدیده بین شیعه، بین شیعه هم بین شیعه سنی هم بین خود اهل سنت، بین خودش، نمیخوام بگم که بین شیعه و اهل سنت اختلاف. درست. نه، اندیشمندان خود اهل سنت با هم اصلا اندیشمندان خودش هم خیلی اختلاف شدید داره. چرا؟ چون من فکر میکنم برای دوچار خوب آشرا نفهمیدن، دوچار سوء فهم شدن،
منابع درست نداشتن، تحلیل درست نداشتن، و لذا مثلا در انگیزه امام چرا قیام کرد؟ دیدگاه مختلفی وجود داره. خب امام که حرکتی کرد هدف گذاریش چی بود؟ اینجا دیدگاهش یه مختلف وجود داره. حالا این حرکت گذاری نتایجی که به دست آورد چی بود؟ اینجا هم کاملا چی هست؟ اختلاف دیدگاهی وجود داره که نتیجه قیام هیچ نتیجه دستاوردی مثبتی نداشت، که بیشتر به اهل سنت دیدگاه وجود داره. دیدگاهی بین شکی نه، این نتایج کاملا همه نتایج چیکار کرد به دست آورد؟ بین اهل سنت هم هستین به دست آورد دیدگاه مثلا مولوی دیدگاهش همین است که شما همین است بود معلومه دیدگاهش کامل بود، کامل به دست مات. خب از این نظر چون فرصت نیست، ما فقط اشاره اجمالی کردم برای اینکه بینندگان عزیز اونایی که اهل فضل هستن، اهل مطالعه هستن، حداقل سیر مباحث رو در واقع متوجه باشن که ما توی بحث امام حسین اصل اختلاف در این سه مسئله است: در انگیزه و در هدف و در چی؟ نتیجه. خیلی سپاسگزار، خیلی عالی استفاده کردیم. یک میان برنامه هم که از اتاق فرمان دستور میتن به اتفاق هم تماشا میکنیم و باز هم در ادامه بحث خدمت شما و مهمان ارجمند برنامه خواهیم بود. به خط کوفی خانا نوشته تا آمد، به استخاره نشست ارجعی الا آمد، ذبیح معرکه عشق از منا آمد، به خیر مقدمش از هر طرف بلا آمد، همان بلا که به فرمود للولا آمد، حسین آمد و آخر به کربلا آمد. به جز به سجده نمیخواست خم کند سر او، نداشت چاره به جز جنگ نابرابر او، سپاه شام زیاد و بدون لشکر او، غریب او، مظلوم او، بدون یاور او، حسین آمد و بستند آب را بر او، فرات قطره به قطره به تنگنا آمد. شبان شبی که پر از راز بود و صحبت عشق، همان شبی که شب امتحان بیعت عشق، گریخ ترک نبود از تبار دولت عشق، و پای بیعت خود ماند مرد غیرت عشق، چراغ خیمه که خاموش گشت حضرت عشق، به دست چینی یاران با وفا آمد. دمید روز علی اکبر از شعف پا شد، رخ محمدیش از نقاب پیدا شد، رجز که خان چنان شیر شرز قوغا شد، هزار تیغ به جنگیدنش مهیا شد، به میرمان قد و بالا که اربن اربا شد، چسان به دست پدر جم در عبا آمد. خروش و عربده بود و چکاچک شمشیر، به گاهواره نبین ناداشت طفل صغیر، که شیر خاره شش ماه ناگهان چون شیر، به یاری پدر آمد به روی دست امیر، برای بوسه زدن بر گلوی پاکش تیر، به جای یک لب مشتاق با ستا آمد. رساند رود خودش را به بیقراری دست، به دست بوسی خون قطره‌های جاری دست، و تیغ تیز بر آمد به کند کاری دست، به جز عمود نیامد کسی به یاری دست، نشست مشک همین که به سوگواری دست، برادری سر بالین دست ها آمد. رسید نوبت میدان به آخرین شیرش، به جنبش آمد دشت از نوای تکبیرش، بگو چگونه بگویم من از تصاویرش، که واژه ها همه گنگند وقت تفسیرش، چنان به گردن دشمن نشست شمشیرش، که سر بریده نفهمید از کجا آمد.
نمانده بود برایش رمق به جز دو سه دم. نگاه کرد در آن واپسین نفس به حرم، به خیمه ها نرسد کاش پای نامحرم. به اوج میرسد اینجا مصیبت و ماتم، حسین بود و از این بیشتر نمیگویم. در آن بلاد بلا بر سرش چه ها آمد، چه راه دور و درازی است کربلا تا شام. علل خصوص که با تازیانه و دشنام، کسی نبود بگوید که ساربان آرام. که نای گریه ندارند بیش از این ایتام، به نازمان همه غیرت. ببین چگونه امام به روی نی همه راه پا به پا آمد. نشسته بود یزید و شراب در ساغر، خدا مرا بکشد کاروان رسید از در. رسید زینب کبرا نگاه کرد به سر، که خیزران به لبش در میان کاسه زر. چنان به خطبه قرا نشست بر منبر، که حاضران همه گفتند مرتضی آمد. به کنج سرد خرابه گلی اقامت داشت، گل سه سال کجا طاقت اسارت داشت. سرش به پای پدر وقت خواب عادت داشت، به خواب دید پدر را چقدر صحبت داشت. پدر به محضر دختر چنان ارادت داشت، که با سر آمد و دنبال آشنا آمد. چنین که ماتم او داغ بر جگر بسته است، نشاط از همه جا کوله سفر بسته است. به وصف این همه غم راه بر بشر بسته است، قلم اگرچه به تفسیر آن کمر بسته است. هنوز راز بزرگ حسین سر بسته است، نگو که قصه این سر به انتها آمد. سلام بینندگان گرامی و عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه، مخصوصا دوستانی که تازه پیوستن به جمع ما، و سپاسگزاری میکنم از کسانی که از ابتدا تا اکنون با ما همراه بودن و مطمئنن تا پایان برنامه هم همراه خواهند بود. در مورد نتایج نهضت عاشورا صحبت میکنیم در بخش نخست. کارشناس محترم برنامه، انگیزه، هدف و نتیجه هر کاری که از هر انسان عاقلی سر میزنه مطرح کردن و در مورد قیام عاشورا هم این مورد را مورد تأکید قرار دادن و اشاره کردن به اختلافاتی که بین علما و عاشورا پژوهان و اسلام شناسان و عاشورا شناسان وجود داره، هم در بین دانشمندان اهل تشیع و هم در بین دانشمندان اهل تسنن. اما یک چیز را جواب گفتن که عاشورا هم نتیجه مثبت داشت و هم نتیجه منفی. نتایج مثبت و منفی، من میخوام که این مورد را بیشتر باز بکنین. این خیلی سوال برانگیز است، که یعنی تا حالا ما هر چه شنیدیم از طرف تحلیلگران و کارشناسان تأکید بر مثبت بودن نتایج مترتب بر قیام ابا عبدالله است و به نتایج منفی اشاره نشده تا حالا. بله، خیلی سوال بجا هست جناب آقای موسوی. ببینید، عاشورا یک رخداد است که نتیجه عمل دو طرف. بله، یعنی تنها عاشورا تنها نتیجه رفتار امام حسین نیست، بیشتر نتیجه رفتار حکومت یزید و بنی امیه هم است. درست. وقتی ما میخواییم بگیم نتایج مثبت یا منفی، این رو باید ببینیم از چه زاویه میبینیم. نتایج مثبت برای کی؟ نتایج منفی برای کی؟ چون عرض کردم نتیجه یک نسبتی با هدف هم داره. درست. اگر چی ممکنه با هدف یکی نباشه، یعنی برها با هدف چی میشن؟ سنجیده میشه. خب
از این نظر ما باید اینو به دقت بررسی کنیم که ببینیم نتیجه عاشورا از منظر امام حسین چی بود، از منظر حکومت یزید چی بود، خب و از منظر جامعه چی بود. بخش سوم هم است، اون که جامعه، نه این طرف نه اون طرف، جامعه، جامعه اسلامی. بله. خب اگه بخوایم از هر سه زاویه بحث کنیم، از زاویه امام حسین اگه بحث کنیم، امام حسین علیه السلام به هدف اصلی خود نرسید. هدف اصلیش چی بود؟ اصلاح جامعه. نرسید و این جامعه هم به هدف اصلی خود نرسید. جامعه اسلامی تشنه عدالت بود، تشنه عمل به سیره و سنت نبوی بود. بله. اصلا امام حسین قیامش، اونایی که امام حسین دعوت کردن میگفتن به سنت و سیره نبوی چی بشه؟ عملش بازگشت به سنت دا. ولی نتیجه عاشورا این نشد. نتیجه عاشورا بود که سنت و سیره نبوی کلا تعطیل شد و این از این نظر یک در واقع امت اسلامی یک خساره بزرگ دید. او امت چی بود؟ نهضت اصلاح طلبی صحابه و اهل بیت تقریبا متوقف شد. حتی نهضت اصلاح طلبی صحابه ادامه پیدا کرد در قیام حره و قیام شی مکه و حره و توابین. بله. و تا ادامه پیدا کرد، ولی نهضت اهل بیت دیگه متوقف شد و اونا متاسفانه به هدف مطلوب نرسید. یعنی حضرت مدینه، قیام مردم مدینه، قیام مردم مکه، قیام طواف، اونا به هدف مطلوب نرسید، شکست خورد و در نتیجه امت اسلام شکست خورد. از نظر سیاسی چرا شکست خورد؟ چون از نظر سیاسی ما بعد از عاشورا در واقع بنی امیه و بنی عباس و همه حکومت ها حکومت جور بودن. درست. حکومت جور بودن، عدالت تامین نشد، ستم ریشکن نشد، سنت اصلا فراموش شد، احیا نشد، نشد. بدعت فراگیر شد. بله. حالا این نمیخوام بگم که این دیدگاه شیعه است، دیدگاه برادران اهل سنت هم است. اصلا تقسیم خلافت به راشده و غیر راشده همین مبناست. ما در عصر خلفای راشدین، آره، سنت عمل میشد، سنت رو میبینیم اجرا میشه، سیره عمل میشه، سیره عمل تعدودی عمل میشه، اگر در زمان خلفه سوم تعدودی کمرنگ شد. اما وقتی به بنی امیه و بنی عباس منتقل میشه، احسن دیگه، دیگه سنت تعطیل میشه، خلافت میشه غیر راشده. درست. خلافت غیر راشده یعنی چی؟ یعنی سنت دیگه خبری نیست. درست. سیره خبری نیست. در عوض ما بدعت زیاد داریم. بدعت زیاد داریم. این مورد تاکید است. خوشامی چرا امام ابو حنیفه از قیام زید حمایت میکنن؟ چون زید نواسه امام حسینه. بله. برای احیای سنت قیام کردن. چرا امام مالک از قیام نفس زکه حمایت میکنن؟ چون برای احیای چی؟ سنت قیام کردن. متاسفانه اونم به نتیجه مطلوب چی؟ نرسید. آره، به نتیجه مطلوب نرسید. از نظر سیاسی ما خیلی زیان کردیم. خیلی زیان کردیم. هم امت زیان کرد، هم قیام ها به نتیجه نرسید. و این در واقع این چیزیست که همه در واقع اندیشمندان قبول دارن، چه شیعه چه سنی، از یک واقعیت تاریخی است. ولی این نتیجه عمل کرده امام نیست. بله. نتیجه عمل کرده حکومت و امت است. امتی که امام حسین را چیکار کردن؟ تنها گذاشتن. یکی از یاران امام حسین، ظاهر حبیب المظاهر، در روز عاشورا میگه اگه ما بنده نصف شما بدیم شما را شکست میدیم. یعنی اگر امام حسین 1000 نفر سپاه می داشت، سپاه یزید در کربلا چیکار میکرد؟ شکست میداد. اگر سپاه یزید در کربلا شکست میخورد، در کوفه هم شکست میخورد. همون چیزی که شریک ابن عبر به مسلم میگه تو ابن زیاد را اینجا کارش تمام کن، بصره رو من میگیرم.
یعنی اگر ابن زیاد در کوفه شکست میخورد، بصره هم شکست میخورد، مدینه و مکه که بعد قیام کرد دیگه، اونا هم چیکار میکردن؟ اونا همراهی میکردن. لذا خلافت راشده کلا مسیر تاریخ عوض میشد. مسیر تاریخ عوض میشد. بله. ببین این چیست؟ ما در طول تاریخ ببینید در عصر حاضر در حدود 40 50 سال اخیر، 100 سال اخیر علما، دانشمندان، مجاهدین، فرض کن که اصلاحگران زیادی تلاش کردن که امت اسلامی رو اصلاح کنن، ولی حکومت های جائر نمیگذارد که اصلاح بشه. برای از سید جمال الدین شما شروع کنید، از معاصرین اصلا ببینید الان نه 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 مستبدین و استعمارگران، کشورهای اروپایی استعمارگران، کشورهای شرقی مستبدین، شوروی استعمارگران، استعمارگران و حکومت های استبدادی. بله. و چی؟ و فرض کن که بخشی از حالا بگیم چی بگیم، اینا رو نمیتونیم بگیم که کسانی که وابسته به شرق و غرب، نمیتونیم اینا رو روشن فکر، اینا رو واقعا روشن فکر نیست، وابسته به شرق، اینا کسانی است که مانع اصلاح حکومت اسلامی میشن، مانع شکل گیری یک حکومتی چیان اسلامی بودن. چرا؟ چون این عقبه تاریخی داره. اصلا بعضی اصلا با اصلاح سیاسی، با نظام اسلامی، با مبارزه اسلامی، با اسلامگری اصلا از بیخ مخالفن. چرا؟ چون خو کردن با اون نظام های چند سابق. ببین این در واقع شکست بسیار بزرگی است که نتیجه امام، عمل امام حسین چند نیست. این یک نتیجه نامطلوب، نامطلوب. اما یک نتیجه مطلوب داشته رفتار امام حسین. اون نتیجه مطلوب چیه؟ نتیجه مطلوب اینه که دین رو از اسارت حکومت در آورد. درست. خیلی مهم. آره، تا قبل از عاشورا خلیفه هر چی میگفت حکم پیغمبر و حکم خدا بود. حکم خلیفه، حکم خدا و پیغمبر. اما بعد از عاشورا اینطور نیست. اعتراض میشه در مقابل خلیفه، سرپیچی میشه، سرپیچی. نه اصلا تنها این نیست که بین شیعه این بین اصلا تقسیم خلافت به راشده و غیره، من منش همینه. درست. که خلیفه بعد از اون دیگه راشد نیست، خلیفه چیان غیر راشد است. قبلش چی بوده؟ راشد بوده. یعنی هدایت، راشد یعنی چی؟ یعنی راهنما، هدایتگر. بعدش راشد نیست، هدایتگر نیست. را میدهیم اما برخی از علمای اهل سنت امام حسن را خلیفه راشد میدونن. امام حسین را هم درستی به خلافت نرسید، از امام حسن چون پنج ماه شش ماه خلافت داشت خلیفه راشد، ولی امام حسین چون به خلاف نرسید، به حکومت نرسید، لذا خلیفه حساب نمی کنه. ولی خب لذا امام حسین، ولی معاویه را حساب نمی کنه، مگه معاویه هیچ کس خلیفه راشد چیان نمیدونم. این بر پس بنابراین نتیجه مثبت حرکت امام حسین اینه که دین رو از اسارت بنی امیه چند نجات داد. و این خیلی نتیجه بسیار بزرگی است. اصلا من تاکید میکنم روی امام ابو حنیفه. چرا امام ابو حنیفه قضاوت بنی امیه رو قبول نکرد؟ چرا قضاوت بنی عباس قبول نکرد؟ چون راشد نبودن. چون راشد نمیدن. بله. مگر اگر اون راشد نرسی قبول نمیکرد؟ چرا؟ به جان دل قبول میکرد. بنابراین این نتیجه چیان مطلوب محقق است در مقابل اون نتیجه نامطلوب که عمل کرده بنی امیه و شان امت است. این نتیجه مطلوب برای امام حسین علیه السلام. این نتیجه مستقیم قیام خود ابا خود امام حسین علیه السلام. خب ما این نتیجه الان ما میگوش را میگی چرا میرسی به امام ابو حنیفه؟ میگی نه، در زمان صحابه میتوری هم در زمان صحابه. بعد از واقعه عاشورا یک سال بعدش مردم مدینه قیام کردن، بنی امیه را از مدینه بیرون کردن، اینا فرستادن نماینده که بره ببینه واقعا هم یزیدی که امام حسین قیام کردی واقعا شایسته خلافت داره. یعنی رفت ندید، دیدن برگشتن، خیلی پولم دادن بهش ها، به نماینده مدینه یزید خیلی پول برگشتن. مردم گفتن خود چی دیدی؟ گفت ما رفتیم یزید دیدیم و ترسیدیم که خدای از آسمان سنگ بباره ما رو همجا هلاک کنه. این چه خلیفه ای که ما داریم؟ عجب. بعد آمدن اینا کی بودن؟ اینا صحابه بودن. بله. صحابه و ابناء صحابه بودن. آمدن بنی امیه را از مدینه بیرون کردن، قیام کردن.
خیلی ممنون. سال بعدش عبدالله ابن زبیر در مکه قیام کرد. یعنی میخوام بگیم که این در واقع امام حسین کاری کرد که مشروعیت زدایی کرد از یزید و از حکومتی چه؟ فاسد بنی امیه. خب یک چند نکته دیگه هم صحبتم مونده، اینو بگم. خب این از نظر به اصطلاح امت است. من خب یک دو نتیجه دیگر میگم. اون دو نتیجه چیه؟ دو نتیجه این از منظر یزید بگم. آیا یزید پیروز شد؟ بعضی خیالن که یزید پیروز شد. در ظاهر بله. در ظاهر در کربلا پیروز شد. در کربلا. ولی شکست خورد. این دو سال بیشتر حکومتش به ادامه نیافت. بنی معاویه زیرکترین فرد عرب بود. زیرکان عرب رو هم جمع کرده بود. میگه زیرکان عرب چهار تاست. معاویه هست و مغیرت بن شعبه هست و عمرو عاص هست و کسی دیگه هم هست ظاهرا. اونو فعلا یادم نیست. اون در جبهه علی بود، ولی معاویه این سه نفر رو جمع کرد. یک حکومت سلطنتی از خلافت سلطنت ساخت. و خیال میکرد این سلطنت تا ابد در نسل او چیه؟ باقی میمانه. ولی حرکت امام حسین باعث شد که این سه سال دو سال دیگه بهش دوام پیدا نکنه. دو سال دیگه بیشتر دوام شد پیدا نکنه و این سلطنت صوفیانی از بین رفت. خب به همین جهت این را همه مورخین گفتن که عاشورا شکست پیروزی و پیروزی شکست بود. خیلی جالب بود. چقدر تعبیر لطیف. آره. این تعبیر مال من، ولی دیگه باید نگاه کنید. تعبیر شما خیلی رسا و عمیق. شکست پیروزی بود. بله. چرا شکست پیروزی بود؟ چون معاویه و بنی امیه در واقع همه را شکست داده بود. پیروز بودن و شکست خوردن. بله. پیروز بود. ولی واقعی عاشورا باعث شد که اونا شکست بخوره. و شکست بخوره. همه اون شکستایی که پیش از این داشت ما در جبهه حق، از اون طرف پیروزی شکست هم بود. چرا پیروزی شکست بود؟ به خاطر که امام علی و اهل بیت در واقع همه چیز از دست داده بود. هیچی نداشتی، یعنی در واقع حتی بین مردم شناخته شده چی نبود. ولی عاشورا سبب شد که اینا دوباره اون جایگاه رو در بین مسلمین، در بین جامعه و در تاریخ چیکار کنن؟ پیدا کنن. بنابراین از این نظر که ما حساب میکنیم امام حسین درسته در کوتاه مدت شکست خورد، ولی در بلند مدت چی شد؟ پیروز شد. چقدر خوب. خیلی سپاسگزارم. شکست و شکست چی؟ پیروزی. خیلی عالی. آره یک مطلبی دیگه هم بگم، اون مطلب اینه که ما اگر بخوایم از منظر دینی حساب کنیم، از منظر دینی و اخلاقی حساب کنیم، امام حسین پیروز شد چون رفتار خودش و یارانش از منظر دینی، عرفانی و اخلاقی در اوج اخلاق و دیانت و عرفان است. به تعبیر یک از فیلسوفان معاصر که فرصت نیست ولی اینجا بگم، آقای مصطفی ملکیان تعبیر زیبایی داره، میگه امام حسین هم قهرمان اخلاق است و هم اسطوره اخلاقی. البته ایشون تحلیل جالبی داره ولی فرصت نیست. از اون طرف یزید و بنی امیه هم از نظر آموزه‌های دینی هم از نظر اخلاقی بدترین شکست ممکن را چه خورد. این شما در تاریخ ندیدید، نمیبینید که پیروزمندی از پیروزی خود شرم داشته باشه. بله. ولی عمر ابن سعد و ابن زیاد و یزید از این پیروزی چیان شرم داشت. چی جاله. شما در تاریخ هست، زیاد شاید زیادم باشه ولی هست زیاده، که شکست خورده ای از شکستش احساس غرور بکنه. غرور کنه و افتخار کنه. بله شهدا هست، قهرمان ها هست. ما زیاد داریم که قهرمان هایی که شکست خوردن ولی به این رفتارش غرور داره، افتخار میکنه. مر طرفدارایش هم بهش چیکار میکنن؟ افتخار میکنه. و امام حسین در رأس این هاست.
اینکه حضرت زینب میگه ما رأیت الا جمیلا، از این مبنا میگن، میگه بر اساس آموزهای دینی و اخلاقی ما قهرمانیم، شما شکست خوردی. خب البته ما باعث دیگه هم هست، من فکر میکنم که صحبت های میخواد طولانی شد، در خدمتتون هستم اگر سوال دارید. من میخواستم میان برنامه ببینیم، ولی صحبت های شما آنقدر جذاب بود و آنقدر عمیق که نیاز به میان برنامه نشد دیگه، به هیچ عنوان این نیاز احساس نمی کنیم دیگه، فرصت هم رو به اتمام است. من اجازه بدین آخرین سوال رو مطرح کنم، در واقع دو سوال در یک سوال مطرح می کنم. بعد از عاشورا ما با سه انقلاب عمده مواجه هستیم. انقلاب های زیاد شد، اما عمده شکل انقلاب توابین است، انقلاب مدینه است و انقلاب مختار. یه انقلاب ها چقدر نتیجه نهضت عاشورا بود و چه وجوه مشترکی با یکدیگر داشت؟ خیلی کوتاه باید بفرمایید. و سوال دومی که در ادامه میخوام بگم این است که عاشورا برای عصر حاضر و مسلمان قرن 21 بله. چه نتایجی داره؟ بله، خب در جواب سوال نخست شما میتونیم بگیم که عاشورا در واقع عامل تشدید کننده قیام مدینه، مردم مدینه، قیام مردم مکه و قیام کوفه، یعنی توابین و مختار بود. چهار تا قیام بود، ما سه تا نداشتیم، چهار تا داشتیم. قیام مکه او رو من نگرفتم، اون خیلی مهم بود. اینا همشون ابناء الصحابه است، یعنی هم یا صحابه است یا ابناء صحابه است، صحابه است در واقع، صحابه است. هم قیام مردم مدینه، هم قیام مردم مکه، هم کوفه، چی قیام توابین، چی قیام مختار، اینا در واقع اقدام صحابه است. صحابه قبل از حرکت امام حسین اعتراض داشتن، اما در واقع اینقدر مصمم نبود. ولی واقع عاشورا دیگه برای اونا هیچ تردیدی، هیچ شکی باقی نگذاشت که حکومت یزید حکومتی چیان غیر مشروعه و حرکت امام حسین بهترین کاری بود که انجام شد و ما اشتباه کردیم که یاری نکردی. آره، این در جواب سوال اول شد. اما در جواب سوال دومی شما، من میخوام یک نگاهی مختصر بندازم به بحث اول. ما در امام حسین امام هست، یک حدیثی است میگه الحسن و الحسین امام و قام او قعدا، امام حسین و حسن و حسین امام است، چی ایستاده باشد چی نشسته باشد. منظور ایستادن یعنی چی حکومت داشته باشد چی حکومت یعنی نداشته باشه، الگوست مثل پیغمبر هاست. پیغمبر ها چی حکومت داشته باشه چی نداشته باشه چیان امام. پیغمبر ما همه انبیا، اصلا امامت ربطی به حکومت نداره، حکومت یک بخش کوچیکیشه. حضرت ابراهیم در قرآن مگه این جائل کل الناس امام. خب حالا اینا امام است، امام در چیه؟ امام در رفتار، در دیانت و انسانیت است، در انسانیت و دیانت و اخلاق. انبیا امام است در انسانیت، در اخلاق و در چی؟ دیانت، در همه ابعاد، در ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی، در همه جا. خب بر قیام عاشورا برای مسلمان امروز از همه ابعاد چی هست؟ الگوست، هم در انگیزه هم در اهداف انگیزه است. اما در نتایج نه، نتیجه هیچ وقت قابل تضمین نیست. این میخوام این بحثی که من تکمیل کنم اینه که چون نتیجه متأثر از عوامل بیرونی هم هست، نتیجه هیچ وقت قابل تضمین نیست. و از منظر دینی، خب دقیق از منظر دینی ما مکلف به نتیجه نیستیم، مأمور به وظیفه، وظیفه هستیم، مأمور به وظیفه هستیم، مکلف به نتیجه نیستیم. در این نه تنها امروز بلکه در طول تاریخ، در انبیا، در صلحا، در شهدا اینطوری بودن، اونها مأمور به وظیفه بودن، ما هم مأمور چن به وظیفه هستیم. نتیجه فرصت تمام شد. چیزی است که خلاصه به عوامل مختلف بستگی داره، ممکنه مطلوب باشه، ممکنه مطلوب چن نباشه. بسیاری از انبیا نتیجه به نتیجه مطلوب نرسید. مثلا شما حضرت عیسی رو میبینید، حضرت موسی رو میبینید به نتیجه مطلوب چن نرسید. بنابراین حرکت امام حسین،
از منظر انگیزه و از منظر هدف و او سیره و سنت امام حسین، سیره و سنتش از منظر فردی و اجتماعی و سیاسی برای مسلمان امروز الگوست. نه تنها برای مسلمان، برای انسان در طول تاریخ. این که ما اشتباه است که بگیم امام حسین امام شیعیان است یا امام مسلمان است، نه، امام حسین امام انسانیت است. هر کسی انسان باشه اون خود پیرو امام حسین میدون اگه بشناسه امام حسین. چون که ما دیدیم امام گاندی پیشوای هند میگه من از امام حسین یاد گرفتم. چی دید امام حسین؟ مبارزه منفی رو، عدم خشونت رو. امام حسین امام عدم خشونته، هیچ جنگ نکرد، دست به خشونت نزد، دست به کشتار، جنگ اقدام نکرد. اونجا در کربلا واقع رو دفاع بود. درست. امام ذلت ناپذیریه، امام عدم تسلیمه. بنابراین این ربطی به این اشتباه است که ما بگیم امام حسین امام شیعه است. نه، درست. امام حسین امام انسانیت است. بله، چقدر خوب. از خیر میان برنامه گذاشتیم. اگر فکر میکنیم چقدر وقت داریم دوستان عزیز؟ 2 دقیقه وقت داریم آنجا. خب، اگر بسیار خوب. میخواییم چیزی بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که من میخوام در این 2 دقیقه یک نکته ای را درباره باز هم نتایج عاشورا مطرح کنم. یکی از نتایج عاشورا که خیلی متاسفانه کم بهش پرداخته شده، تبیین رفتار سیاسی است. یکی از علما فقهای اهل سنت خیلی حرف جالبی داره، خیلی حرف پرمعناست. میگه اگر نبود رفتار امام علی در جنگ جمل و صفین، ما نمی دونستیم که با باقی ها چطور رفتار کنیم. حرف جالبی می زنه. امام علی وقتی در جنگ جمل بر جملیان پیروز شد، می تونی چیکار کرد؟ همه را آزاد کرد، حتی زخمی ها را به قانون داشت. در جنگ نهروان هم می کار کرد، در جنگ صفین هم می کار کرد. در جنگ جمل که این کار کرد، خیلی فرصت محدود آزاد. بسیار خب، یارانش اعتراض کردن که چطور گفت کشتن اینا جایزه ولی گرفتن مالش جایز نیست. وقت تمام است کلا. عذرخواهی میکنم. انشاءالله فردا اگر یادمان ماند بحثمان را کامل بکنیم با حضرت عالی. خیلی سپاسگزاری میکنیم از شما و همینطور از بینندگان ارجمند به خاطر همراهیشون. خدا نگهدار شما.